سال هاست مردم افغانستان انتظار می کشند تا حتی یک روز را بدون جنگ سپری کنند. جنگی که نه تنها آسایش، آرامش، امنیت و اقتصاد مردم را فلج ساخته است، بلکه روزانه باعث مرگ صدها جوان رشید و مسلمان افغان نیز می گردد. اما ظاهراً طرف های دخیل در این جنگ 20 ساله دریافتند که راه حل نظامی نه تنها راه حل نیست، بلکه باعث ضعف هر دوی نیز می شود. روی همین منظور گفتگوهای بین الافغانی شنبه همین هفته در دوحه قطر میان نمایندگان طالبان و دولت افغانستان دایر گردید که هنوز هم این گفتگوها برای تامین صلح در افغانستان ادامه داد. بینده های عزیز، درود و سلام دارم خدمت شما. شب شما بخیر. خوشحالم که یک بار دیگر از طریق برنامه صدای شما در حضورتان قرار گرفتم. طبق روال هر هفته، موضوع امشب برنامه ما در مورد گفتگوهای صلحی که همین هفته در مورد تامین صلح در افغانستان برگزار گردید می باشد. اگر شما دیدگاهی دارید و یا اینکه باورمند هستید به نتیجه گفتگوهای صلح، همکنون موبایل های خود را گرفته و به شماره ای که زیر نویس تلویزیون هایتان است به تماس شوید و به گونه زنده و مستقیم دیدگاه خود را با ما شریک سازید. ناگفته نباید گذاشت که بابت تأخیر در پخش برنامه من از حضور شما معذرت میخوام. بابت مشکلات تکنیکی که وجود داشت، میتوانیم همکنون به گونه زنده بیننده برنامه خود باشیم. 20 سال از جنگ، 20 جنگ طولانی، بیشتر از کمتر از 2 دهه در افغانستان میگذره که در طول این 2 دهه خسارات جانی و مالی زیادی برای مردم افغانستان به بار آمده. در کنار داغ بودن میدان نبرد، گفتگوهای صلح و مذاکرات صلح هم گاهن میان نمایندگان طالبان و نمایندگان آمریکا و گاهن هم میان نمایندگان افغانستان و طالبان وجود داشته و دو طرف برای برآورده شدن تقاضاها و اهداف خود با هم چانه زنی نمودند. اما آنچه که ذهنها را به خود در هفته که جریان داره و در هفته که ما همکنون در بیان حضور داریم، ذهنها را به خود مقشوش کرده، آغاز گفتگوهای رو در روی میان افغانی بین نمایندگان طالبان و دولت افغانستان می باشه که شنبه همین هفته این گفتگوها میان نمایندگان دو طرف آغاز شد و بحث‌های مقدماتی را نیز دو طرف داشتند و با هم به توافق رسیدند. امشب می خواهیم در این برنامه نظریات شما را بگیریم که آیا شما به نتیجه این گفتگوها خوشبین هستید؟ و اگر خوشبین هستید به چه دلایلی، و اگر خوشبین نیستید به چه دلایلی. می توانیم زنگ بزنیم و به گونه آزاد، مستقیم و زنده دیدگاه خود را با ما و بیننده هایی که بیننده برنامه هستند شریک نمایید. بیننده پشت خط داریم، می بینیم که کی هستند و از کجا به تماس شدند. بله، سلام علیکم. متاسفانه تماس بیننده ما قطع گردید. بیننده های برنامه صدای شما، بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. علیک السلام و سلام به شما، شب شما بخیر، خوش آمدید. عزیز زنده باشید، شب خوشی. نام شما و از کجا به تماس شده؟ محمد آزاد از ولسوالی انجیل از قریه جنفا. آقای آزاد؟ بله. آقای آزاد، دیدگاه شما رو میشنویم. اما این 5 دهه یا 4 دهه که ما جنگ در افغانستان دست با پنجه نرم کردیم، ما امیدواری های داریم، اما یک نگرانی های هم داریم که
این دالیبار بشونم و باز بزرن از این باز دایش و باز الماریده و باز یک دیگه باز این کفی همی خانسایی های ما اینطور باز امایت با فرس میگرنی ها ما از اونه امیدگرنی های بسول هست انشال رمان خدا میرفون خدا بزرگ که اینا به همدگر بشینم آخه اینا کینم اینا او اسلام و بی اسلام به همدگر یک کفر اینا رو بشونم و خدا با مکم میگم جای شر بزرز اونا و اینا کفری بیاید یک اسلام رو بگیره بشونه ما یک وقتی یک عزت دشتیم یک حرمت دشتیم در سر تا سر دنیا ما اسلام های این کفر از این دست ما بشیشتم ما اینا رو بشوندیم از اینا ما جزیه میگرفتیم انطور ما نگم از اینا اونا ما رو میرم رسول الله و چی و چی پر رنگ مجید ما آقای بری داریم که بله. انشال رحمان به امید خدا این خون پاک شهدای که بزیر تو بزیر ده یعنی دیست سال ها بیر به امید از اینا که بلکه انشال رحمان از سول سرسکتری سر تا سر افغانستان بیره خوب از این پرشونی ها و از این آقای آزاد اگر کوتاه اشاره بکنید مشکلات و چالش هایی که این جنگ 20 ساله به بار آورده برای مردم چی بوده و چی هست؟ مشکلات و چالش هایی که جنگ 20 ساله در افغانستان برای مردم به بار آورده چی بوده و چی هست؟ مشکلات هایی که برای مردم به بار آورده بسیار فقر، ناامنی، بیچارگی، اتفاقی از همه کرده بی اتفاقی رو به وجود آوردم یک روز به یک منطقه سعی کنیم شما به ایراد ما و شما فعلا همین حال شما ما خود شما صحبت میکنم هر شوید نیه که به قطع و قصبا جنگ نباشه هر شوید نیه که خط اختطاف نشه سرای دوزی نشه اینا همه از امون برمگرده به امون نامنی ها به امی دستاورده های امی بزرگ تخشیشتیم و به کاخهای و بلدنگاش شیشتیم ما دستخوابندی که نحن میکنیم از توسط همین بزرگ مردای هست این بار ما دعا میکنیم که اگر ایران خوبانتالا قابل هدایت هست هدایت کنه اگر نیست ما خون تابوت دگه از صفحه روزگار و تشم که انشال رمان بتونم این نسل آینده ما دگه این تجربات تلخیر دگه نبینه انشال رمان. بله سپاس از شما آقای آزاد شب شما خوش خدا نگهدارتون. آقای آزاد از ولسوالی انجیل فکر کنم قریه جغرتان گفتند و صحبت های داشتند که با هم در مورد موضوعی برنامه شنیدیم و گوش سپردیم که دیدگاه های خوبی داشتند پیرامون موضوعی برنامه. بیننده دیگر پشت خط داریم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. متاسفانه تماس بیننده موقت شد. هنگامی که به برنامه تماس میگیریم لطفاً موقعیت درستی را به خود اختیار بکنین و همچنان تا اینکه موبایل شما آنتن بده و ما صدای شما درست و شفاف داشته باشیم و همچنان صدای تلویزیون خود را کم بسازیم، صدای ما را از طریق تلفن یا موبایل خود داشته باشیم تا صدای تلویزیون شما برای بیننده های ما مزاحمت ایجاد نکنه. همان قسم که در اول برنامه گفته موضوع امشب ما در مورد نتیجه گفتگوهای صلح هست که شما به عنوان شهروندان هرات چی نتیجه برای گفتگوهای صلح پیش بینی میکنین و چقدر باورمند به نتایج این گفتگوها هستید؟ هرچند نو دور گفتگوها در گذشته میان گاهن نمایندگان طالبان و دولت آمریکا و گاهن هم افغانستان برگزار شد، اما نتایج قابل حس نداشت، نتایج قابل قبول و رضایت بخش نداشت. در پی که اولین نتیجه ای نداشت این بود که به جنگ خاتمه نداد. وقتی که گفتگویی به نتیجه میرسه باید در قدم اول به جنگ جاری خاتمه بده و جنگ ختم بشه. اما گفتگوهایی که این بار میان نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در قطر برگزار شده، گفتگوهای میان افغانی هست، گفتگوهای بین افغانی هست بین نمایندگان دولت افغانستان و بین نمایندگان طالبان یا امارت که تا هنوز هم معلوم نیست که نتیجه این گفتگوها چی خواهد شد. این گفتگوها هنوز هم
ادامه داره. هیئتی که عازم قطر شده تا فعلا به کشور برنگشتن تا ببینیم با گذشت زمان که نتیجه این گفتگوها چی خواهد بود، آیا خواهد توانست صلح را در کشور تامین کند و یا خیر. بیننده پشت خط داریم. بله سلام علیکم. علیکم السلام و علی سینا هستم از کالج خیریه هستم. آقای علی سینا. علی سینا جان شب شما بخیر، خوش آمدید به برنامه، میشنویم دیدگاه شما. شب شما بخیر. ما دیدگاه ما از نظر اینه که حالا دیگه آمریکا میخواد مسلمان صلح میکنه برابر محترم بیشتر گفتیم خود جوی شرم است، ولی صلح میکنن چون دیگه نوکرای اینا را دیگه اینا را کلا دیگه اینا را اکمال نمیکنن. صلح کاملا نیه در افغانستان، طالب هم ناکام شده، آمریکا هم ناکام شده. صلح کاملا نیه، صد درصد صلح میکنه، ولی درباره حقوق مردم، درباره ما زمین ارفت یک لگو به 4000 کم و بیش ما شهید داریم، شهدا داریم، معلولین داریم، اینا در نظر گرفته بشه صلح صد درصد آمدنیه. چقدر فکر میکنین صلحی که به وجود بیایه پایدار یا دائمی خواهد بود؟ حالا ما با مدتی که در نظام دولت هم بودیم و فعلا در خانه نشین هستیم و در این مدت که ما تجربه دست ما نامده که همیه که دیگه طالب دیگه اکمال نمیشه، طالب دیگه ناکام شده دیگه، اما امریکایش هم ناکام شده. اما طالب هم از که عده همی خارجی و عده همی ایران و پاکستان هم اینا اینا دیگه به هیچ چیزی نمیدن. نه از باز این طالب ها کل میکنه، ولی باز یک گروه دیگه، یک نفر دیگه، یک گروه دیگه بناقه افایده با نام دایش در افغانستان نه. چقدر اگر در صورتی که گفته شما قاب درست باشه فکر میکنیم در آینده چی مشکلاتی برای مردم افغانستان به بار خواهد آمد؟ مشکلات دارند که مشکلاتی که در آینده باشه که اینه که آمریکا از افغانستان میره بیرون. باز ما شما همیشه خودکفا نیستیم دیگه، اینمی بدبختی و اینمی در زحمت داریم، ولی جنگ که بگی خاتمه رو فکر جنگ خاتمه نمی آفن. اون پس امریکا دیگه یک گروه دیگر ران میکنه، پاکستان، ایران یک گروه دیگر ران میکنه. چرا ایران کشور همتایه هست؟ چرا در مذاکره یک نماینده یک دیگه نه راز نکرد، یک نماینده یا یک وزیری، وزیر خارجی، وزیر داخله خبر نکرد؟ تشکر از شما آقای علی سینا از گوبتان یا غیبتان ولسوالی انجیل. تشکر از شما. خدا نگهدارتان، شب شما خوش. آقای علی سینا از ولسوالی انجیل بودند همچنان و صحبتهایشان را شنیدیم پیرامون موضوع برنامه. اگر شما هم دیدگاهی داریم پیرامون موضوع امشب برنامه ما، همکنون به شماره ای که زیرنویس تلویزیونتان است به تماس شویم، بگونه زنده و مستقیم دیدگاه خود را با ما شریک سازیم. بله سلام علیکم. متاسفانه تماس بیننده ما قطع گردید. لطفا باز هم تکرار میکنم صدای تلویزیون های خود را کم بسازیم تا ما بتوانیم دیدگاه شما درست و شفاف داشته باشیم و بیننده هایی که بیننده ای برنامه هستند از صحبت های شما استفاده بکنند. بله سلام علیکم. علیکم السلام، سلامت باشین. نام شما و از کجا به تماس شدین؟ آقای یوسفی دیدگاه شما رو میشنویم، چقدر باورمند هستیم به نتیجه گفتگوهای سال؟ خودم شخصا به گفتگوهای بین رسانی بیان افغانها و بیان دولت و صاحبا بسیار خوشبین هستم. میتونه سرنشاه ساز برای افغانها بشه. این طالبان خسته شدن دیگه از جنگ، دولت هم دیگه خسته شده افغان دیگه نداره همچنین رنج و مشکلات بسیار دیدم. اینشالله من فکر میکنم که نتیجه میده شاید بعض رازدلشیهای در آب باشه یعنی مرادی که کنم که کنم که نتیجه مثبت و خدمات مرادی مذاکرات بین رفتانی بسیار آقای یوسفی بلندتر صحبت بکنیم تا ما صدای شما درست داشته باشیم. میشه بریم ما بگیم که گفتگوهای گذشته چی مشکلاتی داشت که به نتیجه نرسید، یا چی نکاتی در آن نظر گرفته نشده بود که باید در آینده در نظر گرفته بشه؟ من
فکر کنم که چون آمریکا هم که نمیخواد که سول افغانستان دوباره چند سال یا تا حدود بیاید به خاطر که سول بین افغانستان یا سول بین افغانستان نمیخواد بیاید، یعنی نتیجه برای آمریکا هم داره، نتیجه برای انتخابات آمریکا داره، چون انتخابات آمریکا دوی از نوبت برگزار میشه، دستاورد خود رئیس‌جمهور ترامپ برای ملت خبره آمریکا داشته باشه که چی برنامه ها یعنی مثبت بزن چی بگم. ما گفتم در دوره اول خود این اونا عملی کردم، مثلا خود قطر میخواه بشینه، مثلا خود یک کشورهای سیانیانه که بعض مشکلات های قبلی دیش خود از اونا میخواه بشینه، یعنی اینا میخواه یعنی ایرادیکات به تاوید پنج ساله ترامپ مایه بکه، یعنی من فکر میکنم نتیجه تاویدش وقت بده مردم که طالبان مدید نتیجه دیدم که یعنی میتونه مذاکره میتونه حل برای افغانستان بهتر باشه از جمع کده. بله سپاس از شما آقای یوسفی، شبتان خوش و خداوند نگهدارتان. آقای یوسفی بودن و صحبتهایشان رو با هم شنیدیم که دیدگاهی داشتن پیرامون موضوعی برنامه. بیننده های خوب برنامه صدای شما، موضوع امشب برنامه ما در مورد نتایج گفتگوهای صلح هست که شما با عنوان شهروندان هرات چقدر به نتایج این گفتگوها خوشبین هستید؟ از زبان شما امشب میشنویم که چی دیدگاهی دارید. بله سلام علیکم. سلام علیکم، شب شما بخیر. علیک السلام، شب شما هم بخیر. نام شما و از کجا به تماس شدید؟ احمدی هستم از ناحیه 11 به تماس شدید. آقای احمدی صحبت های شما رو میشنویم از ناحیه 11 هم. زنده باشم، برای تشکر. مردم افغانستان یعنی واقعا آدم وقتی که به بیرون میشه، به بازار، به کوچه، به سی، به خیریه ها، به کل جوال که امنیت هست یا نیه، حالا جنگ یا ناامنیت هست کرد، ولی به عموم مردم یک امیدواری پیش شده، مردم امیدوار بدی هست، نگم خیر فرما نداره، یعنی مشکلات ها شاید یک مدوم هست، چون که تا 40 سال این مردم بیدی روانت کرده بیدی نگرمی هم تا یک ما یا دو ما یا سه ما این نتیجه هر چی که باشه بیتر از این بوده، با هر حالت که باشه بیتر از این بوده، اما متاسفانه ما چیزی که با مردم ببینیم و آنچه که کسانی که این روز نمایندگی از این ملت بدبخت داره به درد نخواهد از جایت کسانی که نمایندگی میکنن هیچ یک از این رنگ نکشیده، هیچ یک از این درد این ملت ندیده، حتی شاید لحظه هم به فطری هم این وقت نکرده باشه بیشینه درد مردم رو گوش کنه. او مادر که فریاد میزنه یا هیچ کدوم ندیده، او پدر که این روز کوره هیچ نانوار دیگه بزنده نمونده چیزی نمونده، اینها ندیده. ولی متاسفانه اینا رو که ما میبینیم وقتی میشینیم پیش خود قضاوت میکنیم، از کوچه میایم به خانه میبینیم که این چیزی که مردم میخوان چیزی که ما از رسانه ها میشینیم از هم خیلی فاصله داره، خیلی دوره. از یک روز ما این روز میبینیم ملشت سرزی میشه به چی دلیل این روز گروه های به داخل خیریه ها و سواد دنبال جوان های هم اونم کاش که پشت علما بگردم، کاش که پشت میکسیدا بگردم، کاش که پشت مردم بگردم که ما بدیم اگر این مردم ها با قول خود از اینا دستکارشن، از بین مردم علما باشن، آدم های دانشمند باشن، جوان های تطمیقه انگلیسی باشه، این مردم ها هم این مورد به دست تک از دوی که ازای نظامی هم باشه شاید نتیجه خوب بده. متاسفانه ما این روز میدونیم که پس از یک طریق این روز به علمی شرایط فیلی های سلا توزی میشه به کسای توزی میشه که هیچ امیدی دیگه بینیه که این مردم سلا دیشه شما روی آرامش ببینیم، روی آسایش ببینیم. از یک طرف دولت میبینیم این جیبا، از دیگه طرف طالبان ما میبینیم که این روز عموم مردم افغانستان هست حد اول یک دانه ایدامیه هدر واقعا رسانه ها طوری که اینا میگم همین رسانه ها همین جوان ها تا به این اندازه رو زیر تحصیل رفتم این حکومت تا به این سریه به سر از نفشار داره که اینا نمیتونه حقایق رو مردم برم پس بسته کنم بیتر هم ببینیم دوی کنم بله آقای احمدی، شما در لابلای صحبتهای خود اشاره کردین که اشاره به هیئت گفتگو کننده کردین که از جانب مردم افغانستان رفتن و گفتین که اینها با درد و رنج مردم آشنا نیستن. بله نیام کدوم هستی که نرفتن؟ شما هم بگیم همین کسایی که رفته از هر گروهی رفته از هر رزی رفته تا دومیتی از اینا به تیه 40 سال افغانستان از خود همون شایستگیر نشان دادن که ما دیده باشیم که نه منافع شخصی خود تیر شدن ما این روز قبول کنیم که ما به عنوان ملت اینا کسانی هستن کدوم یعنی؟ هر یکی از اینه یاد اگر بازن راست به بیا ابراهیم بیشنه حساب بده به ملت بکنیم که اینا هست نماینده واقعی ولی بازم ما قبول داریم فرما ندارم ما به همین شکل هم قبول داریم ما فکر میکنیم که 40 سال میشه بس دیگه اگر منافع شخصی اقتصاد به کار داشتم برسیم از هم زور قدرت چونکی به کار داشتم هر چی که داشتم به کار داشتم برسیم ما دیگه از استقلال هم تیریم
اگر واقعا ما ملت صدای ملت تلویزیون شما بخاطر صدای مردم دلگاه مردم ما دیگه از استقلال هم چیدیم استقلالی که ملت زندگی نتانم کرده استقلالی که حق بیشتر شو از خانه خانه استقلالی که ما به جماعت رسته نمیتانم استقلالی که ما با عموم و مردم و کوچک و پخ دقیقه نمیتانم بیشین و محبت داشته باشم که استقلال ما چیکار کنم نما استقلال اگر واقعا شرط استقلال باشم استقلال هم زیر سوال بره ولی این مردم حق داره بعد از 40 سال یک نسل نابود شده یک روز یک مادر دیگه به آرامی رسیدید اگر اینا استقلال دارن هستن گفتم چرا آنچه که حقایق امروز ما میبینیم اینکه نیه ما هم درک کردیم کلمات بگیریم آنچه که حقایق ما امروز نمیشنیم از یک طرف از زبان اجناب شیخ حدثان ها میگیم دنیا گل گلزار هیچ گفتی میده ولی وقتی ما بیرون میشیم که از این روز باز دسته رو بکشتن میشه حالی کی کشته میشه اگر ما این روز مسلح سازی میکنیم آیا جوان که ما سلام میدیم مقابل کسی اصداد میکنیم خب نوزی سوله همین ما شما بوسیدی چرا علما نیم شما من سوال بکنم جامعه مدنی این روز همه جوان هاییم شما تحصیل کرده های ما مردم بیسواد میمیدیم ما مردم تباه شدیم ما مردم قتل عام شدیم ما شاهد صحنه هاییم شما نسلی که این روز وجود آمدیم با تمام دنیا ارتباط داریم من تحقق نخورم تا بال یک گلمی ها نشنیدم که از شدای علما شروع تا به پایین ترینی که شروع جوان های امین ها یک بار نشنیدم اگلامی یک درستی ترین منظم منتجم اینا ایلام نکردن که موظیف طالب و حکمت رو معلوم کنم موظیف ملت هست هر کس سعی میکنم به نحو جلسه دارم مجلس دارم شما بیاییم و شما فکر میکنیم آیا اما خواهر ما که اینجا حضور خور میخواه آنچه که اسلام بزی داده باز هم من استادم پلوی قربانی میدم آنچه که اسلام بزی داده انسانیت بزی داده اگر هر ذره از حقوق بزی خدای نخواسته داره میشه ما تو دفاع میکنیم باز هم ما جان میدیم خون میدیم ولی من خواهش ادیر میکنم به جایی که خواهران ما اینجا صدا خود بالا میکنم برم منظم خود این آزم بیشینم بگم انمی رقم به انمی لباس هر جای ازی خلاف اسلام هر کار من خلاف اسلام از مولیهی اگر هرکی هستی بیا که جواب ببودم در خیلی ازو دیگه نمیخوایم برارا ما کشته ده دیگه نمیخوایم که نبیر بیرون ببینیم به خدا جای تحصف من اینجا میبینم جلسه هاتی رو از رسانه ها میبینم هر روز یک حقوق زن مایه یکی حقوق زن ما یکی به شما بگم همین کسایی که آزادی بیان همین جوان هایی که این دوست هایی میبینم اینا مداخله هست اینا بازی ها به دشمن بختن بر خانتان وقتی جوان ها جمع میشن به جایی که سرنوشت خطایی میکنم اینا میگم ما دفاع میکنیم از چی آزادی بیان خط قرنیز مونه کدو آزادی بیان او براد من آن جوان محترم تو که این روز استاده معلوم قضاوت میکنه ببین این روز به رهبرهای 40 ساله قضاوت نه نمیره میگم که هیچ کس از منافع شخصی خو نگذاشته این روز عموم جوان ها این روز سوال همه که مردم راضی به شما قضاوت بکنه ما با ما یک دیتوار داخل خانه کشتیم تو با اونا خواه میگم ما قضاوت بکنم قضاوت نکنم شما با من آزادی بخواه که میگیم آزادی بیان آیا به 20 سال به غیر از یک طرف شما دیگه طرف را به مردم بگوشید از شما منظم میگریم قربانی بدید اگر قربانی ها شما صادقانه میگید آزادی بیان میگید شما به داخل هر دو گروه تفتیم بعد هر دو گروه ارتباط پروانه بره قربانی دادیم که دیگه هم قربانی دادیم اگر شما حقایی دیدید میگید از هر دو جناب ملت میرسید ملت سمانه میشد بچه ها مردم قتل هم نمیشد میگید شما اول این شعانه هر کسی نیست هر عملیات اگر بریم شما او تعقیب کنیم رسانه های شما تعقیب کنیم میبینیم یک انگیزه کچکترین مسائل شخصی یک سی نفر بوده این روز بابا مکتب هم حتی تیرباران میشه بخاطر چی؟ چیلی؟ نیاز به تحقیق نداره بله. آقای احمدی صحبت های شما زیاد هست و وقت شما هم کم اگر پیام داریم که صحبت های شما قطع نشه خیلی کوتاه بیان بکنین و اگر طولانی هست که شب شما خوش شب شما خوش بخیر بشین فقط آرزو ما از شما جوان اینه آخرین آرزوی ما مردم داریم ما خصوات نداریم که ما بیاییم به جلسات بگیریم ما بیاییم یک گریر ما بیاییم جمع کنیم و اون نهادی بسازیم در رفت دور رهبری کنیم تا آسته که داریم اون برسیم ولی خواهش ما از شما این هست قربانی بدیم جان خود فدا کنیم حداقل بعد از مرگ ما مردانه وار قضاوت میکنیم ما با اولاد خو میفهمونیم که فلانه کس انمیت کس بود به اون نام نیک بدیم اون به تاریخ نوشته کنیم به خط زرین اگر ما سواد نداریم حداقل بعد که اولاد ما داشته باشن ولی فقط خواهش ما از شما اینه شما از طریق رسانه به جای این صدای ما جور نمیگیره این صدای ما هیچ کس نمیرسونه به جای صدای من همین ساعت برنامه شما بیتر از اینه که زحمت بکشیم کار بکنیم تمام این نهادهایی که شما نیم شما جوانا جمع شیم خود که ما بیاییم به او خوهر خود بفهمونیم که خوهر آیا توشیدن یک چادر که این گفت شرط شده که باید جهان افغان 20 سال بیام کشته شد تو بگم آیا من این جهان من اندوش یک چادر نداره تو بسید ولی خلاف تمام قاعدات اسلامی تو بود هستی که هستن اگر واقعا نه به اندازه یک چادر به سر کردن بکشت و ارزش دارم بیا بلاد خدا بیره نظر شما کشته شم بیا بحث بکنی 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 خدا نگهدارش ما از آزادی بیان سعی نمی‌کنه که پیش به استاد این روز به
نمیشه. تا سال دیگه شاید بعد بشه که ما شما بحث بکنیم. تا زمان ما فرهنگ خور، تا زمانی که ما فرهنگ خود دنیا معرفی نکنیم، ما جزئی از آزادی بیان باشیم. سپاس از شما آقای احمدی، شب بر شما خوش. زنده باشیم، تشکر. خدا نگهدارتون. تمام بینم دارم. خدا نگهدارتون. بینیده های خوبه برنامه صدای شما. وقتی به برنامه تماس میگیریم لطفاً صحبت های خود را کوتاه بسازیم، جمع بندی کرده و بعداً همان نتیجه گیری و بیان بکنیم تا وقت بینیده هایی که پشت خط هم هستند گرفته نشه و ما بتوانیم تماس های زیاد را وصل بکنیم به برنامه و دیدگاه های زیادی از بینیده های خود داشته باشیم که باز اونها هم پشت خط نمانند تا از ما و شما آزرده نشن. بله سلام علیکم. سلام علیکم، عبدالشکر هستم از وسالی انگیل. آقای عبدالشکر خوش آمدین، شب شما خوش، صحبتهای شما رو میشنویم. سلامت باشه. من از آبطه بمو گفته برادر قبلی صحبت کرد، گفت امریکا اینجا ناکام مانده و دیگه طالبان ناکام مانده و برادر ما شما را خداوند شکر عقل داده. کدام طالب به پرده بگویم، کدام دولت کلگی از یک میشه ها میخوره خوب سایی کامیاب هستن، تا جای 90% پلانای خوب کامیاب هستن. زراعت ما از بین رفت، اصول ما از بین رفت، معارف ما از بین رفت، کلتور، فرهنگ ما، آثار تاریخ ما از بین رفت. چی مورد ما که ما بگیم که ناکام مانده؟ چی رقم ناکام مانده؟ کلی چی رفته ها بدران میشه خود کده نمیدونیم از اینسه بیتفاقی ما شما تفرقه مذهبی هست، تفرقه لسانی هست، تفرقه نژادی هست، تمکیه از ولایتی از این تفرقه ها در بین مشما انداختن، مشما رو پایچه پایچه ساختن. یه کامیابی شاخ داره دو چی دارن؟ این کامیابی دیگه. عبدالشکر چقدر فکر میکنم ارمی گفتگوهایی که جریان داره اینها به نتیجه خواهد رسید و نتیجه اینها از دید شما چی خواهد بود؟ آیا سبب خواهد شد تا جنگ در افغانستان ختم شه؟ اولا فقط مشما صلح و آرامش از دربار پروردگار سلام کنیم. جز ذات و پاک یکتای خداوند نیست که در این مملکت صلاح آده نمیتونه. هر کس که از بنده کدام چیز را توقع کنه او ذلیل میشه، ذلیل باشه ذلیلتر میشه، ذلیلتر باشه نابود میشه. فقط خواسته ما خداوند داده نیست کت نیست. اینا کلش یک نمایش از بس خلاص. اگر میثاق امنیتی را برنامه شروع شد، امنیت از بسر شد. اگر برنامه رشد و زراعت شد، زراعت ما از بین رفت. اگر ما رو بگو پیش میتین بیخی تحصیل از بین رفت. اینا کجا ما رو باید برد کسانی شنیم؟ شعار مهم نیست، گفتار مهم نیست. ما در عملکت میخواییم یک چیز عملی رو ببینیم. در ظاهر هم دیگه رئیسیم دیگه، چیزی که نگه سالی که نیکوی به بهارش پیدا دیگه ما گفتنی ندارم دیگه. ما شما باید فقط به دربار خدا رو جو کنیم. شب شما خوش، خدا نگهدارتان. خدا نگهدار. آقای عبدالشکور بودند، آقای احمدی صحبت‌های طولانی هم داشتند و با هم صحبت‌های شان شنیدیم. صحبت‌های خیلی خوبی داشتند. تمام بیننده های ما که سهم گرفتند به برنامه صحبت‌های خوبی داشتند پیرامون موضوعی برنامه. امید که شما هم از صحبت‌هایشان استفاده کرده باشیم. بیننده پشت خط داریم. بله سلام علیکم. سلام خدمت شما، همکاران شما، بیننده عزیز. علیک السلام و سلام خدمت شما آقای محمدی، شب بر شما خوش. خوش آمدین. تشکر. دیدگاه شما رو میشنویم. تشکر. به امید از صلح و ثبات و آرامش در افغانستان. ببینید صلح که ما را آمریکا با ادعای پاکستان بفروشه این صلح نیست. ببینید خواسته هایی که آمریکا دیش در طول چند سال به اونا رسید، کسی را بیا پلیس آمد، کسی اردو شد، کسی امنیت ملی شد، کسی پلیس سرحدی شد، کسی آمد اربکی شد، کسی آمد به نام اردوی محلی شد، کسی آمد به نام اربکی شد. همه را به چکاکا و به چمامار اینا را به جان همدیگر انداخت. دیگه یک قربانی بزرگی در افغانستان آماده کرد. امروز هم گروه تروریستی طالب که در رهبریت آیستایه که هر روز میبینیم خلیلزاد در امریکا و پاکستان پرته و هر روز سر معامله هایی که با پاکستان کرده میره از اینا بس گفتگو میکنه و حکومت ما متاسفانه به خاطر که هم فقر و هم بیچارگی و هم پول مهاش از اینا را میده نتانیست که از ملت افغانستان و مردم افغانستان دفاع کنه و او هم هر روز
یک کلمه میگه اون فردا از اون کلمه از اون خط سرخ از اون قربانی میشه، ملت قربانی میکنه مردم مقابل. این صلح نیست. اگر ما میخواستیم که خود رو بر پاکستان بپوشیم بگیم صلح، خود رو بر اسرائیل بپوشیم بگیم صلح، صلح با چند تا مزدور وطن فروش و خواهینی که وطن فروختن، خاک فروختن، سرزمین فروختن به خاطر 4 کالدار و 4 دلار، اون صلح رو میخواستیم. ما سالهای صلح آمده بود. ببینیم اینا همه بازیهای که ملت قربانی میکنن، مردم قربانی میکنن. چی آمادگی ما به صلح داریم؟ طالب هایی که در زیر سایه از نا مواد مخدر 90% مواد مخدر جهان را تولید میکنن، اونا را امروز پروسس هم میکنن با مواد های دیگه هم تبدیل میکنن. از اون میلیون هر گشتمر کردم یک گوچرون امروز به 50 لک ریپیر زن سیوم میگیره. ببینید اینا کجا این نیرو چه کار میکنید؟ این مواد مخدر چگونه جمع میکنید؟ کسایی که هر کدوم یک مافیای بزرگ داشته که امروز به هزاران نفر داره. ببینید با صلح که امریکا به امریکا ملت مسلمان افغانستان قربانی کرد، آمد اسلام رو به جان یک دیگر انداخت. الان امروز اگر امریکا بره دیگه آماده شد به خاطر که هر کس به یعنی غیره جان هم دیگر میشه در کشور. اینا صلح نیه، اینا آرامش نیه. ما اجماع منطقی میگن. اجماع کدوم منطقه؟ شما وضعیت ایران ببینیم با آمریکا چگونه، شما ببینیم با آمریکا چگونه، شما چی ببینیم که با آمریکا چگونه. با این گفتارا صلح نمیآید. صلحی که باید بیاید که مردم افغانستان حداقل چند سال در امنیت نسبی زندگی کنن. اینا بازی هر روز شما میبینیم که اون جنایتکارا مردم ما رو بیشتر میکشن، اردوی ما رو به شهادت میرسونن، پلیس ما رو به شهادت میرسونن، فرزندان پاک. اما چند حرب نشین و چند وزارت نشین اینا میآیند و میرن اونجا و صلح گفتن. آقای محمدی امروز آماده به سر اجمال امضا میکنه. چرا امروز این صلح 18 ماه امریکا سر از کار کرد گذاشت تا کمپین انتخاباتی ترامپ در اوج خبرزه امروز بر ما صلح بیاره؟ چرا بله بله متاسفانه صحبت های آقای محمدی قطع شد. صحبت هایشون هنوز هم ادامه داشت، صحبت میکردن که متاسفانه فکر کنم مشکل تکنیکی از طرف خودشون بود که صحبتشون قطع گردید. ما تماس قطع نکردم و صحبت های اینا رو قطع نکردم. بیننده دیگری هم پشت خط داریم، تماسشون رو وصل میکنیم و دیدگاهشون رو میگیریم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. متاسفانه تماس های بیننده ای ما هم از دست رفت. باز هم بیننده های برنامه صدای شما تکرار میکنم، وقتی به برنامه صحبت میگیریم کوشش کنیم صحبت های خود را خلاصه بسازیم تا ما بتوانیم تمام صحبت های شما با جزئیات داشته باشیم و من مجبور نشم که صحبت های شما قطع بکنم. بله متاسفانه باز هم تماس بیننده ای ما قطع گردید. بیننده های ما زیاد تماس میگیرند اما متاسفانه مشکل نمیفهمم از طرف اونها هست، مشکل از طرف شبکه هست، تماسشان قطع میشه. بله سلام علیکم. لا مجدد رو مدید آخر گفتمون مون از باشیم وقتش ما علیکم مجدد. آقای محمدی لطفا خلاصه بکنین. خلاصه همیست که صلح برای ارزداری و صلح کسانی که بر ما پول میدن اونا بر ما صلح آوردن. ما تا یک دست یک پارچه نشیم هیچ صلحی نمیآید و فقط قربانی بیشتر خواهد داد. تشکر از برنامه زیبایی. شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان. خداوند نگهدارتان. آقای محمدی بیننده همیشگی برنامه ما هستند و همیشه در برنامه های ما شرکت میکنن، اشتراک میکنن، نظر میدن و نظریات خیلی خوبی هم میدن که مطمئن هستم برای تک تک بیننده های ما که برنامه را میبینند نظریات آقای محمدی مفید واقع میشه، خوب واقع میشه. بیننده های خوب برنامه صدای شما، سوژه امشب برنامه ما در مورد گفتگوهای صلح و نتایج گفتگوهای صلح بود. شنبه همین هفته اولین نشست بین الافغانی میان نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان در دوحه قطر برگزار شد. در این نشست وزرای خارجه، سفرای بعضی از کشورها هم حضور داشتند و همه در حضور رسانه ها تعهد دادند که در راستای تامین صلح در افغانستان، تحکیم صلح در افغانستان و به نتیجه رسیدن گفتگوهای صلح افغانستان تلاش بکنند، کمک بکنند، یاری بکنند تا اینکه به ختم جنگ در افغانستان صحه بگذارند.
نگفته نباید گذاشت که جنگ میان گروه های مخالف دولت و دولت افغانستان دو دهه میشه که وجود داره و در طول این دو دهه به گفته آقای احمدی کشتزارهای مردم، خانه های مردم، زمین های مردم و ایران شد. ما صدها هزار یتیم داریم، صدها هزار بیوه داریم در نتیجه یعنی جنگ دو دهه یا یعنی جنگ 20 ساله خانه ای نیست که از این جنگ متضرر نشده باشه و دود این آتش به چشم فردی نیست که نرفته باشه. حالا اگر فرد عزیز خود در نتیجه این جنگ از دست نداده، حتما زندگی او خراب شده. وقتی که در یک خانه آتش در میگیره، همه اعضای خانواده یکسان میسوزانه و همه اعضای خانواده به گونه یکسان فرا میگیره. پس بنابراین میتوان گفت که همه مردم افغانستان از جنگ خسته هستند. قسمی که امشب بیننده های ما تماس گرفتند، آقای آزاد، آقای علی سینا، آقای یوسفی، آقای احمدی، عبدالشکور، آقای محمدی، همه خوشبین بودند به گفتگوهای صلح. به نتیجه گفتگوهای صلح که گفتگوهای صلح باید نتیجه داشته باشه و باید به نتیجه برسه، چون جنگ راه حل نیست. ما 20 سال نه بلکه 60 الی 70 سال بر روی یکدیگر سلا کشیدیم، حرف یکدیگر قبول نکردیم، وجود یکدیگر در جغرافیای وسیع و گسترده افغانستان تحمل نکردیم. با اساس تعصب، با اساس تفرقه، با اساس نفاق، با اساس تصمیم‌های عجولانه و تصمیم‌های احساسی برای خود و برای مردم خود مشکل خلق کردیم و نتیجه یه مشکل هم دیدیم که امروز دوده و به چشم همه رفته و همه از این وضعیت متاثر هستند. نه کسی که لقمه نان دارد میتواند با آرامی و نوش جان کند و نه هم کسی که ندارد، خب ندارد دیگه، نمیتونه، گرسنه هست، به گرسنگی سپری میکنه و او کسی که سیر هم هست، وضعیت موجود نمیگذاره تا همان لقمه نان خود را با آرامی و آسایش نوش جان بکنه. بیننده های خوب برنامه صدای شما، همکارای من میگم وقت ما خلاصه. امیدوار هستم که از داشته های امشب برنامه ما استفاده کرده باشید، از صحبت های بیننده های ما که صحبت کردن، شرکت کردن در برنامه استفاده کرده باشید. همچنان شما هم میتوانید در برنامه های آینده ما و در سوژه ها و موضوعات آینده ما سهم بگیریم و دیدگاه خود را به عنوان شهروند به اشتراک بگذاریم. انمی تریبیون برنامه صدای شما از شما شهروندان و مردم شریف شهر هرات هست، میتوانید آزادانه و مستقیم دیدگاه خود را بیان بکنیم. تا هفته آینده و صدای شمای بعدی، شما را به خداوند مهربان می سپارم. شب و روز خوشی را برای شما آرزو می کنم. خداوند نگهدارتان. شب شما خوش.